درود، وقت شما بخیر. یونما در گزارش جدید 800 مورد خشونت علیه کارکنان و نظامیان دولت پیشین را مستند کرده است. این آمار شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت، شکنجه و ناپدید شدن‌های اجباری افراد است. اینجا آقای عارف رحمانی، نماینده مردم در پارلمان پیشین افغانستان را با خود داریم و بحث با ایشان ادامه می‌دهیم. آقای رحمانی، شما را خوش آمدید میگم. با توجه به محدودیت‌هایی که طالبان برای دسترسی به اطلاعات خلق کردن در افغانستان، که البته یونما هم از این امر مستثنا نیست، فکر میکنید که آمار نشر شده از سوی یونما در مورد 2 سال گذشته افغانستان چقدر نزدیک به حقیقت است؟ آیا آمار تمام قتل‌های فراقانونی 218 مورد است، طوری که یونما ذکر کرده، و همچنان در مورد بازداشت‌ها و شکنجه‌ها؟ به نام خدا، با سلام به شما و تمام کسانی که برنامه رو میبینن. باور ما است که با توجه به این که گزارشگر سازمان ملل و تیمی که تحقیق میکنه، اینا دسترسی جدی به همه موارد قتل، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر ندارن و از سوی متاسفانه در داخل یونما افرادی که دارای تفکر طالبانی هستند در گذشته و حال اونا از طالبها حمایت میکنن، اینها هم در این عدم تثبیت و ای که گزارش جامع شامل همه موارد شود نقش دارن. بنابراین بسیار بدیهی است که آنچه را که سازمان ملل به عنوان خشونت یا کشتار، شکنجه و نقض حقوق بشر اعلام کرده، این آمار را قبول نکنیم. ضمنی که آمار واقعی که در از نقض حقوق بشر هست و گزارش هایی را که ما به صورت میدانی از مردم داریم، موارد بسیار زیادی از سربنیست کردن ها، شکنجه ها، زندانی هایی که در زندان های خصوصی به سر میبرند و موارد دیگر و مراتب بیشتر از این هست. نه تنها این 800 مورد را شامل نمیشه، که باور می است که هزاران مورد در این 2 سال میرسه که متاسفانه امکان انعکاس در این گزارش را نیافت. بله، و گفتین که زندان‌های خصوصی. با توجه به آمار یونما و با توجه به آنچه که شما ذکر کردین، چه کسانی در مسئله خشونت، در مسئله اعمال خشونت بیشتر دخیل است؟ شما از زندان‌های خصوصی یاد کردین که بدون شک زندان‌های خصوصی مربوط سربازان و افراد پایین رتبه نیست، حتما مربوط فرماندهان و مقامات و اعضای رهبری است. فکر میکنین که رهبری طالبان چقدر دخیل است در مسئله خشونت ها و قتل ها و بازداشت ها؟ ببینید، انگیزه های بسیار زیادی وجود دارد در رهبری طالبان برای نقض حقوق بشر، برای کشتار، شکنجه، انتقام گیری و در موارد بازداشت های خودسرانه. با توجه به ای که طالبان اولاً از رهبر تا در واقع قدمه های پایین، یعنی از صدر تا ذیل، کسانی هستند که اینا اولا اعتقاد به حقوق بشر ندارن. حد اکثر این جماعت مردم را مکلف به تبعیت از اوامر، فرامین و هر گونه اعمال سلیقه و خواست در واقع طالب ها میدانند و ثانیا مردم را مکلف و در واقع تابع محض اوامر و دستورات خود میدانند و ثالثاً اینا یک نوع اعتیاد به خونریزی و انتقامگیری و شکنجه کردن و کشتار دارن. بنابراین من فکر میکنم که بازم تحقیق میکنم آمار گسترده است، زمینی که همه رهبران طالب، یعنی بدون استثناء، اینا در حد که بتانن در اعمال خشونت و منظور و انگیزه های مختلف صرفه نمی کنند، چنان که صرفه تا هنوز نکردن. ما آنچه را که سازمان ملل در واقع اینا تثبیت کردن به عنوان گزارش نقض حقوق بشر یا اعمال خشونت
توسط طالبان علیه شهروندان افغانستان، مخصوصا نیروهای سابق نظامی میدانند، یعنی بیان کردن، ما اینا رو کافی نمیدانیم، بلکه به صورت روزمره در سراسر افغانستان، در قرا، در قصبات، در ولسوالی ها و در شهرها ما دیدیم و آمارهای متعددی به صورت روزمره و روزانه وجود داره. سربازان، فرماندهان، عناصر متنفذ، حتی شهروندان عادی که به نوع طالبا اونا را آدم های مطلوب تشخیص ندادن، اینا سربنیز شدن یا زندانی شدن و یا شکنجه شدن. ضمنی که برخی از گزارش های خصوصی که ما داریم، بسیاری از رهبرانی که در صدر در واقع در مقامات بسیار مهم قرار دارند، وزرای طالب، والیان، قماندانهای امنیه و حتی فرماندهانی که در گذشته نفوذ داشتند و حالا خیلی نقش برجسته ندارند، ولی همون قدرتشان، همون اعتبارشان، همون توانمندیشان وجود داره، اینا بسیار به راحتی دست به شکنجه میزنند، دست به کشتار میزنند و تجاوز میکنن و موارد سایر موارد نقض حقوق بشر. متاسفانه در برخی از موارد کسانی هم که توسط طالبها در قدم های بسیار پایین اینا بازداشت شدن، شما میبینید که اینا بعد از چند ماهی، زمانی که به قول آب از آسیاب میفته، اینا دوباره آزاد میشن و جالبتر اینه که اینا پس بر میگردن به همو مناسب قبلی خود و با اعتبارم به راحتی دست گذار میکنن و به اعمال و جرائمی که قبلا دست دادن به اونا دوباره میپردازن. خب در این صورت پس رهبری طالبان در 2 سال گذشته تمام تلاش خود انجام داده برای از اینکه مشروعیت بین المللی را کسب بکنه و رهبران طالبان میدانن که مشروعیت بین المللی با در صورتی که گزارش های از نقض گسترده حقوق بشر وجود داشته باشه امکان پذیر نیست. پس چگونه است که رهبران طالبان کماکانی که این مسئله را میدانن دست به خشونت میزنن و دست به نقض حقوق بشر میزنن و میدانن که در واقع با هر اقدام ضد بشری یک گام از مشروعیت بین المللی دور میشن، پس چی میخواهن از این اقدامات خشونت؟ ببینید، دو ساحت رو ما باید تفکیک بکنیم. یک ساحت ارتباطات رهبران طالبا با عناصر استخباراتی و نمایندگان کشورها هست، ساحت دیگه ارتباط اینا با در واقع گزارشگر حقوق بشر و سازمان ملل هست. متاسفانه در روابط میان برخی نمایندگان برخی از کشورهایی که عمدتا با طالبان ارتباط دارند، مخصوصا در سطوح استخباراتی، ما میبینیم که اینا بسیار دلگرم هستند و طالبان از ملاقات های اینا، از وعده هایی که میدن، بسیار دلگرم هستند و رعایت حقوق بشر در سطح تعارف هست. اما در سطح در واقع نهاد سازمان ملل، مخصوصا گزارشگر حقوق بشر، طبعا اونا خیلی وجهی برای این قضیه قائل نیستند. یک نکته. نکته دوم کسی است که طالبها مخصوصا در قبال نیروهایی که به نوعی از اونا احساس خطر میکنن، شما میبینید که بسیار اوریان و برهنه تلاش بکنن که اونا رو سرکوب بکنن، زندانی بکنن و به قتل برسانن. یعنی احساس بکنن طالبا که در این وضعیتی که هنوز حکومت اونا رسمی نشده و اینا در حال چانه زنی هستن، با گدار میتونن که در واقع با یک نوع یعنی یک نوع خاک زدن به چشم نمایندگان سازمان ملل و نمایندگان کشورهای مختلف، اینا یک سری از عناصر که فکر میکنن تهدید برای حال یا آینده است، یا در گذشته اینا کسانی بودن که با طالبان جنگیدن، عناصر از طالب اینا به حکم وظیفه کشتن یا دستگیر کردن یا زندانی کردن، اینا اقدام میکنه بر سر که این عناصر را از این فرصت موجود استفاده به اصطلاح سر را بردارن، کما اینکه ما موارد را در خوست، در زابل، در قندهار، در کابل و در ولایات مختلف شمال ما دیدیم که اینا کسانی را که حتی اعلام کرده بودن اینا با عفو و با وسیله کمیسیون دعوت اینا برگشته بودن، بعد از مدت اینا را گرفتن کشتن به خاطر که از اینا احساس خطر میکردن یا اینکه به یک نوعی میخواستن تصفیه حساب بکنن. یک واقعیت دیگرم فراموش نکنید که
حتی اگر رهبری طالبان هم واقعا متعهد به حقوق بشر باشه، که باز خود از این ببینید، ما با اگر این صحبت میکنم، طالب اصلا اعتقاد به حقوق بشر ندارن. اعتقاد اونایی است که بشر مکلف به تبعیت از اوامر ملا هیبت الله که خود که امیرالمومنین او رو میخوانند، و به نوعی تکلیف محضه و هیچ انسان صاحب حق نیست. این بحث نظری رو کنار میگذاریم، حتی اگر طالب ها به خاطر کسب مشروعیت هم که شده بخواهد به صورت ظاهری هم به نوعی حقوق بشر محترم بشمارند، قماندانان میانی، فرماندهانی که در ولایات قدرت دارند، هرچند که فعلا در سیستم طالبان هستند ولی قدرت دارند، و عناصر پایینی، اینا به راحتی دست به کشتار میزنند، دست به شکنجه میزنند، دست به بازداشت میزنند. سپاسگزار هستم و میخوایم کوتاه در پایان از شما بشنوم. فکر میکنین چه راه حلی وجود دارد در حاکمیت طالبان که جلوگیری شود از خشونت؟ سازمان ملل چه کاری میتونه بکنه؟ سازمان های حقوق بشری چه کاری میتونن در این رابطه بکنن؟ ببینید، اگر اراده قدرت های عضو دائم شورای امنیت مبنی بر در واقع جدی گرفتن بحث حقوق بشر به صورت یک اراده جمعی انعکاس پیدا بکنه و سازمان ملل اعضای غیر دائم شورای امنیت و در مجموع نمایندگی سازمان ملل و گزارشگر حقوق بشر اینا به صورت جدی و برهنه بخواین از طالبا که به نقض حقوق بشر، به کشتار، به زندانی کردن، به شکنجه کردن و تجاوز و سایر موارد نقض حقوق بشر پایان بده، این امکانش هست که طالب ها با توجه به اینکه اونا میخواین که به نوعی رسمیت پیدا بکنن، میخواین که ارتباط با دنیا پیدا بکنن، موارد گسترده نقض حقوق بشر پایان پیدا بکنن. اما اینکه شما انتظار داشته باشید که نظام طالب، که رژیم طالب یک نظام مبتنی بر استبداد دینی هست، یک نظام خودکامه است که با خونریزی خو گرفته به صورت قطع و مطلقاً دیگه مرتکب نقض حقوق بشر نشه، من باور ندارم به این قضیه و اعتقاد دارم که اینمی نظام با اینمی ساختار، با اینمی ایدولوژی و باور همیشه در صدد نقض حقوق بشر خواهد بود و همیشه ناقض حقوق بشر خواهد بود. سپاسگزار هستم آقای عارف رحمانی، نماینده مردم در پارلمان پیشین افغانستان، از اینکه با ایندیپندنت فارسی همراه شدین.